اما در خبر دیگر، روز شنبه گروه‌هایی از ایرانیان در برخی شهرهای جهان در اعتراض به اعدام 3 جوان معترض در پرونده خان اصفهان تظاهرات و تجمع برگزار کردند. در جریان تجمع در شهر لندن درگیری‌هایی در حاشیه این تظاهرات رخ داد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، برخی حاضران علیه محمد رضا علی پیام، شاعر و طنز پرداز ملقب به هالو، شعارهایی دادند. همینطور تصاویری از آزار او در حاشیه تظاهرات منتشر شده که به ویژه واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. خود محمد رضا علی پیام، متخلص به هالو، شاعر و طنز پرداز، با ما همراه میشن. آقای علی پیام، برای ما تعریف میکنید دقیقاً در جریان تجمع روز شنبه در لندن چه اتفاقی افتاد؟ شما با چه مواجه شدین؟ من یه گزارش کامل در این رابطه تو یوتیوب هم ساعتی پیش قرار دادم. روز شنبه دعوت به تظاهرات شده بود، قرار بود که مردم ایرانی مقیم انگلیس و لندن بیشتر در میدان ترافالگار جمع بشن و علیه رژیم آدمکش ایران شعار بدن، عکس العمل نشون بدن نسبت به این اعدام 3 جوانی که اخیراً بالای چوبه دار رفتن. خب من این فراخوان رو استوری کردم، روز شنبه هم خودم بلند شدم رفتم مثل هر ایرانی دیگه که در این تظاهرات شرکت کنم. دیدم استیج توسط 20 نفر از طرفداران سامانه پادشاهی اشغال شده. طبق معمول چادر زدن، بلندگوها رو نصب کردن و فضا و صدا در اختیار اونهاست. مردم هم می اومدن و نگاه میکردن، میدیدن جب اینجوریه میرفتن. شما فیلمش هست، 20 نفر بیشتر اون بالا نیستن. بعد من گوشه میدون ایستاده بودم منتظر دوستانم که قرار داشتیم با هم که بیان به هم ملحق شیم بریم. یه وقت دیدم که بلنگو شعارهاش مشخصا علیه منه، دارن من رو خطاب میدن. خدا یکی از این هام قابل ماهور فکر میکنم از اون تا اومد به طرف من شروع کرد فیلم برداری کردن و یک اراجیفی گفتن که من تو خواستم جوابش رو بدم، موبایلم رو در آوردم ازش فیلم بگیرم رفت. ما هم طبق معمول دوربین ما اسلحه ما، دوربینم رو در آوردم و شروع به فیلم برداری کردم که حمله اینها شروع شد. فخاشی، حتاکی، فوش‌های زیر کمری طبق معمول همیشه، و بعدم دیگه تعرض فیزیکی، دوبار سعی کردن موبایلم رو بگیرن، پرت شد رو زمین، کلام های مرتب از رو سرم میپراندن، هول میدادن و اون سایر قضایایی که توی فضای مجازی شما دیدید دیگه با کمال افتخار ازش یاد میکنن. من خیلی متاسفم که هدیه به این خوبی رو تقدیم جمهوری اسلامی کردن. یعنی در شرایطی که تمام فضای مجازی و حقیقی بر علیه خامنه‌ای بود و رژیم بود، به خاطر این اعدام‌ها مردم عصبانی بودند، همه راجع به این پست می‌ذاشتن، با این حرکت هدیه قشنگی به جمهوری اسلامی دادن. تمام فضا اومد به طرف تعرضی که به علی پیام شده. کار خوبی کردن، کار بدی کردن، کار زشتی کردن، اصلا فراموش شد. من فکر میکنم خامنه‌ای اون شب تا صبح بشکن میزد با خودش، و این دفعه اولی نیست که اینها پاس گل میدن به جمهوری اسلامی، همیشه کارشون همین. آقای علی پیام، به خاطر اینکه این گزارش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که این آزار فیزیکی نوعی از آزار جنسی بوده، شما این رو تایید میکنین که به شکل این اتفاق افتاده؟ بله، 7 بار. من متاسفم که چنین چیز رو میگین. البته گفتین که طرفداران پادشاهی هم بودن، دیدم که برخی از اونها هم ناراحت شدن از این موضوع در شبکه‌های اجتماعی، گفتن نباید این اتفاق میافتاده. چطور میبینین و واکنشتون چه خواهد بود در ادامه؟ ببینید، این اون موقعی که ما هی هشدار میدادیم راجع به فحاشی ها، حتاکی ها، بدزبونی ها، زیر سوال بردن سایر مبارزین، و هیچ کس گوش شنوا نبود که این فحاشی ها و حتاکی ها به ضرر انقلابه، لطمه میزنه به انقلاب، اینها پاس گل به جمهوری اسلامیه. انقدر پیش رفت تا الان رسیده دیگه به
این چیزا و خیلی هم بهش افتخار میکنن. ما منتظر بودیم طرفداران آقای پهلوی بیان تهران رو فتح کنن، ما تحت آقای حالو رو فتح کردن و اصلا افتخار هم میکنن و اصلا براشون مهم نیست. برگشته نوشته که این که یه تعرض کوچیک بود، ما تجاوز هم خواهیم کرد. خب شما چه فرقی با اون پاسدارایی میکنید که تو زندان به جوانهای ما دارن تجاوز میکنن؟ آقای پیام دارم میخواد که اینقدر کلیگویی نکنیم که بگیم حالا همه یه طرفدار اون چون که شما میگین مشخصا بخشی از اونها بودن، و برای ما میگین که از کجا متوجه شدین که علیه شخص شما دارن شعار میدن؟ برای اینکه یه دفعه شعارهای رضا شاه روحت شاد، جاوید شاه جاوید شاه شد، سپاهی برو گم شو، مرگ بر شورش 57، بیشرف بیشرف، معلوم بود که با منن. و قبلش که آقای ماهور اومد به طرف من و اون تهدید رو کرد، اون صحبت ها رو کرد، خب خیر که نیستم دیگه، ما میفهمیم. ازتون خواهش میکنم که اسم اشخاص رو نبرین چون خودشون اینجا حضور ندارن، اما چرا فکر میکنین که اون سپاهی با شما، شما فعالیتتون با سپاه فعالیتی داشتین؟ بله؟ شما فعالیتی با سپاه داشتین که تصور کردین اون شعاری که میگفتن سپاهی بود؟ مصاحبه های متعدد گفتم خودم، توی کتاب خاطرات زندانم هم نوشتم، با شرقم که مصاحبه داشتم گفتم که من تا سال 68 که جنگ بود، جنگ تموم شد تا اون موقع سپاه بودم، جنگ تموم شد از سپاه اومدم بیرون. به هر جهت من نمیدونم اگر من از سال 61 تا 68 که تو سپاه بودم الان حق ندارم با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کنم، به من اعلام کنن آقا تو حق نداری چون 30 سال پیش 40 سال پیش توی سپاه بودی. و من این رو اصلا میگم، اون کسی که 45 سال پیش از ایران اومده بیرون، الان خارج داره زندگی میکنه، بچه‌هاش دورشن، نواهاش دورشن، زندگیشو داره، ماشینشو داره، خونه‌شو داره، کاسبیشو داره، با اون کسی که یه ساله، دو ساله، دو ماهه، یه ماهه همه چیزو تو ایران ول میکنه، خونه‌شو از دست میده، شرکتشو از دست میده، امکاناتشو از دست میده و شروع میکنه با رژیم مبارزه کردن، این ارزشش به مراتب بیشتره. بنابراین من اینکه سپاهی بودم، من اینکه توی رژیم بودم، من اینکه خیلی از چیزها رو دیدم و به اون جهت زدم بیرون و پشت کردم به این نظام، خیلی ارزشمندتره تا اون کسی که اصلا یک روزم زندان نبوده. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون و اینکه در برنامه حضور داشتیم و متاسفم از تجربه‌ای که داشتیم.